بچه دقت کنید، باز هم سوال 1 به 4 داریم. لما اومده ابتدای فعل ماضی قرار گرفته. لما هم ابتدای ماضی میاد، هم ابتدای مضارع میادش. ابتدای مضارع بیادش، فعلمون ترجمهش میشه ماضی نقلی منفی. ولی وقتی که ابتدای فعل ماضی میاد، بایستی معنیش رو هنگامی که، وقتی که، زمانی که در نظر بگیریمش. بگیم درسته تا اینجا. نقلتو یعنی نقل کردم، فعلا ماضیه. گفته به دوستم گفتم، نقل کردم، گفتم، نقل می کردم، این اشتباه دیگه، چون ماضی استمراری آورده. فعل ما الان اینجا ماضیه، پس گزینه 4 رو رد می کنیم. گفتم رو هم فعلا قبولش بکنیم، درسته. میام جلوتر، میتونم الان اینجا نگاه کنم ببینم چه اختلافی سری وجود داره. سریع هم به جواب میرسیم. خبری را، این خبر را، این خبر را. کلمه الخبر قبلش یه اسم نکره نیومده اینجا، حالا معرفه بیادش بتونیم لفظ این رو به کار ببریم، یا قبلش هازا نیومده که به صورت این ترجمه بشه. پس گزینه 1، گزینه 3 رد میشه، جواب میشه گزینه 2. اگر نمیخواستم به این توجه بکنم، باز میومدم جلو نگاه بکنید. حالا شاید اینجا این سوال رو بپرسید، اینو من بگم اول، این نکته خیلی مهم رو، که الخبر مگه معرفه نیست؟ چرا گفتید خبری؟ خیلی نکته مهمیه ها، واقعا برای ما اهمیت داره این قضیه، به خاطر اینکه بعدش الذی داریم. نکته اینه، اگه تو اسم معرفه داشتی و به علاوه یه الذی، التی، الذی نشده بود، تو اسم معرفه تو بهش یه دونه یه بده، شبیه نکره ترجمهش کن. اینجا نگاه کن، الخبر الذی، اینجا یه دونه یه نکره دادیم تو ترجمه بهش، به خاطر این بودش. بعدش هم میتونستی بیای جلو، کانه به علاوه فعل مضارع شده دیگه، اسمع و قبلش یه دونه کنتو اومده، با هم دیگه جمع میشه، از گذشته اومدیم به حال، ماضی ما استمراری پیدا کرده، ماضی ما استمرار پیدا کرده و شده ماضی استمراری. پس بنابراین گزینه 2 باز هم به عنوان پاسخ انتخاب میشدش.